آیه چاوشی، ظاهرا امروز قیمت‌ها در بازار طلا و ارز کمی کاهش داشته، در این بازارها شاهد چه تحولاتی بودیم؟ بله، خب به نظر میرسه تصمیم ایران و گروه 4+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای تو وین باعث شده که قیمت‌های ارز و طلا تقریبا تو همون سطح دیروز باقی بمونن، البته با یه افت جزئی که خیلی قابل توجه نیست. تو جدول می‌بینیم قیمت دلار صرافی ملی بدون تغییر نسبت به دیروز تو محدوده 24500 تومانی باقی مونده. دلار بازار آزاد ولی یه افت جزئی 100 تومانی رو نشون میده، کمتر از 0.5% کاهش هست. حواله دلار تو سامانه نیما فقط 40 تومان کاهش قیمت داره، حدود 22700 تومان قیمت خورده. یورو همچنان زیر 30000 تومان نوسان میکنه. حواله درهم هم اگر همچنان زیر 7000 تومانه، ولی تنها شاخص مهم امروزه که مثبت بوده، یه رشد 30 تومانی رو میبینیم توی قیمتش. از اخبار مؤثر بر بازار اگر بخوام بگم، همونطور که اشاره کردم، مهمترینش مسئله مذاکراته که البته به جز خوشبینی های کلی و ادامه گفتگو فعلا خبر دیگه ای ازش بیرون نیومده. همزمان ماجرای حمله به یک کشتی ایرانی تو دریای سرخ هم امروز خبرش اومد که بعضیا میگن نشون دهنده افزایش تنش بین ایران و اسرائیل. در مجموع به نظر میرسه که فعالای بازار ترجیح دادن منتظر بمونن و نه موضع سعودی قوی گرفتن نه موضع نزولی جدی. یه مسئله دیگه هم البته امروز قرار بود اتفاق بیفته که بررسی لوایح مرتبط با ETF تو مجمع تشخیص مصلحت بود، ولی بازم جلسه مجمع تشکیل نشد. حالا گفتن به دلیل مسببه ستاد کرونا، ولی یه خبرهای اومده که نشون میده کرونا بهونه بوده، تعویق تصمیم گیری دلایل دیگه ای داشته. تو بازار طلا هم مشابه بازار ارز افت جزئی میبینیم. امروز قیمت سکه تمام به 10,750,000 تومان رسیده و این سکه به 6,400,000 تومان. مزنه و طلای گرمی هم هر کدوم 0.6% افت رو نشون میدن. در بازار سهام هم گویا روند نزولی روزهای گذشته ادامه پیدا کرده. در مورد وضعیت بورس بیشتر بشنویم از شما. بله، بورس هم امروز رو با روند منفی تقریبا همه شاخص‌های اصلی پشت سر گذاشت و البته یکی دو تا رکورد نزولی تازه هم ثبت کرد که حالا درباره‌شون صحبت می‌کنیم. امروز شاخص کل بورس حدود 0.9% دیگه افت کرد، وارد نیمه پایینی کانال 1,200,000 واحدی شد، 1,249,000 واحد. شاخص هموزن مثل همه روزای سال 1400 وضعش یه کمی بهتر بود، افت 1200 واحدی داشت نسبت به دیروز حدود 0.3%. نسبت نمادهای مثبت به کل که این هفته کلن ناامید کننده بود، امروز هم کمتر از 20% بوده، معادل 17%، یعنی بیشتر از 80% شرکت ها همچنان تو بازه منفی معامله میشن. این وضعیت مدت هاست ادامه داره. از آخرین باری که دست کم 50% نمادها مثبت بودن حدود 2 ماه میگذره. در حاشیه بازار اشاره کنم که دیشب شورای عالی بورس یه جلسه ای داشته، ولی اینطور که آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس گفته، ظاهرا چندان به وضع این روزهای بازار نپرداختن. ایشون گفته که فقط درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان صحبت شده، گفته دیگه سهامی برای تخصیص وجود نداره، کاری از دست بورس بر نمیاد، اگه دولت بخواد سهام جدیدی رو وارد پورتفوی سهام عدالت بکنه اون مسئله دیگه یه. جالبه که سازمان بورس کاری که از دست خودش برمیاد رو هم انجام نداده، چون عملا با سیاستاش باعث شده بازار قفل بشه. تو جدول می‌بینیم امروز ارزش معاملات خرد که روز یکشنبه هم یه رکورد کاهشی زده بود، امروز دوباره رکورد خودش رو شکست. امروز فقط 1800 میلیارد تومان معامله خرد تو بازار داشتیم، کمترین حد توی 15 ماه گذشته است. در عوض خالص فروش سهام، تفاضل صفحه فروش و صفحه خرید بازم رشد کرده، رسیده به 4160 میلیارد تومان. ضمن اینکه همونطور که می‌بینیم خروج پول حقیقی از بازار هم امروز 75% بیشتر از دیروز بوده. حقیقی‌ها بیشتر از 480 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردن. یه خبر دیگه که امروز در حاشیه بازار مطرح شده بود، مسئله مالیات بر سود سهام بود که یه نماینده مجلس تکذیبش کرد و گفت چیزی به اسم مالیات بر سود سهام تو بودجه نداریم. البته خب مالیات نقل و انتقال سهام سر جاش هست و دریافت میشه. نقشه بازار نشون میده که کلیت بازار منفی بوده، تک و توک نمادهای سبز دیده میشه، ضمن اینکه بعضی گروه ها رو میبینیم که سراسر قرمزه، مثل گروه خودرویی یا حمل و نقل که اتفاقا اینا گروه هایی هن که گفته میشه با مذاکره و توافق هسته‌ای وضعشون خوب میشه، اما امروز این شرکت ها هم کاملا نزولی بودن. تو فهرست 10 گروه پرمعامله هم میبینیم که 8 گروه منفی بودن و فقط 2 گروه مثبت. بیشترین افت رو شاخص فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی داشته. در مجموع اون نسبت 80% منفی به 20% مثبت بازار رو اینجا هم میتونیم ببینیم.
ممنونم از توضیحاتتون. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از روم همراه ما بودین.